به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و خیلی هم ممنون و متشکریم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی می‌کنین. این روزها که همه درگیر اخبار جبهه مقاومت و جنگش با صهیونیست‌ها هستیم، خیلی وقت نمیشه به اخبار خوب داخل کشور بپردازیم. خواستم یه نکته رو بگم دوستان که این به این معنا نیست که ایران همینجوری همه کاراش رو نگه داشته و منتظر ببینه نتیجه چی میشه. خیر دوستان عزیز، ایران با قدرت چه بسا با سرعت بسیار بیشتری این تحولات رو دنبال میکنه و خودش رو برای هر سناریویی آماده. در آخرین مورد هم یکی دو ساعت پیش خبر رسید خلق فناوری‌های جدید در دستور کار معاونت علمی کشور قرار گرفته و معاون علمی رئیس جمهور در این مورد گفته که فناوری را به کار میگیریم اما به خلق فناوری‌های جدید کمتر توجه می‌شود. در برنامه هفتم توسعه 6 مرکز آفرینش ملی فناوری را پیش بینی کردیم. یکی از آن مراکز مرکز آفرینش فناوری مغز است و دانشگاه علوم پزشکی ایران با توجه به اساتید به نام گزیده خوبی برای ایجاد این مرکز به حساب میاد. این در حالیه که رهبری هم امروز صبح با نخبگان کشور دیدار و گفتگو داشتن و به این موضوع تاکید کردند که این راه باید با قدرت ادامه داشته باشه. به این دیدار و نکاتش تو برنامه‌های بعدی مفصل می‌پردازیم. بریم ببینیم رهبر انقلاب در مورد تحولات این روزها در منطقه چه صحبت‌هایی داشتن. در قضیه فلسطین، اون چی که جلوی چشم همه دنیاست جنایت نسل کشی رژیم قاسم، این همه دنیا دارن مشاهده میکنن. مسئولین بعضی از کشورها که با مسئولین کشور ما صحبت کردن در دفاع از رژیم قاسم صهیونیستی، اعتراضشون این بوده که چرا فلسطینی ها غیر نظامی ها رو کشتن. اولا این حرف خلاف واقعه، یعنی اصلا اینا که تو شهرک ها و اینا هستن غیر نظامی نیستن، همشون مسلح هن. حالا گیرم غیر نظامی، چه تعداد غیر نظامی کشته شدن؟ 100 برابر اونها الان داره این رژیم قاسب از زن و بچه و پیر و جوان میکشه غیر نظامی که تو این ساختمان‌های غزه نظامی‌ها که ساکن نیستن، نظامی‌ها جای خودشون هستن، میدوننم اونا. اینا همین مردم هستن، مراکز پرجمعیت رو انتخاب میکنن و میزنن. چند هزار تا حالا کشته دادن فلسطینی ها در غزه تو همین چند روز. این جنایت جلو چشم همه مردم دنیا، اینا باید محاکمه بشن. دولت غاصب رژیم صهیونیستی امروز قطعا باید محاکمه بشه. اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه، مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. اینه بدانن، توقع نکنن از کسانی که نگذارید فرون گروه فرون کار رو بکنه. کسی نمیتونه جلو اینا رو بگیره وقتی بیتاب شدن. یه واقعیتیست که وجود داره. البته هر کارم بکنه رژیم صهیونیستی، جبران شکست مفتضحانه‌ای که تو این قضیه خورد رو نخواهد توانست بکنه. خب همونطور که خدمتون عرض کردم، تو برنامه‌های آینده به این نشست و نکاتش مفصل خواهیم پرداخت. در ادامه ویدیو بریم یه نگاه خیلی سریع و گذرایی داشته باشیم به آخرین خبرها و جزئیات از تنش‌ها در غزه و اسرائیل. قبل از هر چیزی این توییت رو ببینین. توییت صفحه ایران به ابری: زمان رو به اتمام است، ما قرار نیست تماشاچی باشیم. این جمله رو تو ذهنتون داشته باشین دوستان. رادیو ارتش صهیونیستی اعلام کرده که از ساکنان شهرک المطلع خواسته شده شهرک رو ترک کنن. رادیو اسرائیل اعلام کرد که از همه ساکنان این شهرک در مرز لبنان خواسته شده که شهرک رو ترک کنن. ارتش اسرائیل در واکنش به شلیک موشک ضد تانک از لبنان به سمت اراضی اشغالی که 2 مصدوم تا این لحظه بر جای گذاشته هم از بلندی‌های جولان اشغالی جنوب لبنان رو هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد. خب مثل اینکه
جلسه 8 ساعته وزیر خارجه آمریکا با نخست وزیر اسرائیل هم دقایقی پیش به پایان رسیده. جلسه آنتونی بلینکن با نتانیاهو پس از 8 ساعت به پایان رسید. وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری بعد از جلسه گفته که واشنگتن و تل‌آویو برای ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه به توافق رسیدند. لازم به ذکر که دیروز هم اینا به توافق رسیده بودند ولی نتیجه‌اش رو تو سرخط عرض کردیم خدمتتون. همزمان اسرائیل اعلام کرده که 200 زیرساخت حماس رو هدف قرار دادیم. ارتش اسرائیل مدعی شده که 200 زیرساخت متعلق به حماس و گردان‌های القسام رو هدف قرار داده. یکی از این اهداف ادعایی ساختمانی بود که در اثر تخریب آن در خان یونس 15 نفر غیر نظامی شهید شدند. در همین حال نخست وزیر انگلیس هم امروز به یه موضوع بسیار مهم اعتراف کرد و گفت ضربه سختی به ایده اسرائیل سرزمین امن برای یهودیان وارد شد. ما باید از حق اسرائیل برای واکنش و تعقیب حماس حمایت کنیم، مشروط بر اینکه این اقدامات در چارچوب قوانین بین المللی باشد. همچنان صدر اعظم آلمان هم بدون اینکه خندش بگیره گفته به ایران و حزب الله نسبت به مداخله در درگیری هشدار می‌دهیم. تبل تو خالی که میگن اینه دوستان. به این موارد باز هم می‌پردازیم. فعلا بریم سراغ یه جنجال در برنامه زنده و اعتراض کارشناس اسرائیل اینتر آشغال به حمایت عوامل این شبکه از اقدامات صهیونیست ها و بمباران مردم ایران. ما نباید آتش بیار معرکه باشیم. به نظر من این یک موضوع انسانی نیست. برای ما ایرانی ها که به منشور کوروش و چیزهای مانند این افتخار میکنیم، به نظر من ننگ هست که بگیم ما حالا حاضریم یک گروه مردم رو یک طرف در این مورد مثلا اسرائیل بخواد بمباران بکنه، مردم غیر نظامی کشته بشن و این مورد پسند ماست. در 6 روز اول این جنگ دولت اسرائیل 6000 بمب ریخته روی نوار غزه. نوار غزه یادتون باشه جایی که از تراکم جمعیتش از توکیو و لندن بیشتر هست. کل تعداد بمب هایی که امریکا در سوریه و عراق روی داعش میریخت در ماه، نه در 6 روزا، در ماه بین 2000 تا 5000 بود. آقای بروجردی، این اتفاقایی که افتاده و شما بهش اشاره میکنید رو بسیاری هستند که خب ریشه‌اش رو در حمله حماس به اسرائیل دارن میبینن. اصلا قیاس مالفارق اون چیزی که اسرائیل داره در غزه انجام میده با اون چیزی که حماس در خاک اسرائیل انجام داد. قیاس مالفارق؟ واقعا اون وقت این جامعه جهانی چی داره میگه؟ شما مخاطبتون رو چی فرض کردین خدایی؟ شما وقتی که در یک موقعیت دارین صحبت میکنین، از محاصره کامل دارین صحبت میکنین، از بمباران بیرویه صحبت میکنین. رئیس ارتش اسرائیل گفت که برای ما دقت در بمباران مهم نیست، ترسی که ایجاد میکنیم برای ما مهمه. درسته؟ شما از ایجاد گرسنگی برای غیر نظامیان دارید صحبت میکنید و از کوچه اجباری. کجای اینها با قوانین بین الملل میخونه که ما بخوایم توجیهگرش باشیم؟ نمیشود شما حماس رو از مجموعه غزه جدا کنید، چون حماس آغشته است تمام رفتارهاش. در غزه هم نظرسنجی‌های مختلف نشون میده که 67% حامی این گروه هستند. نمیشود مردم غزه‌ای رو که از این گروه حمایت میکنند، هزینه هاش رو وقتی قرار هست که اینها بدن، اینها رو تفکیک کنید با توجیهات انسانی. خب اگر قرار هست که پروپورشنال باشه، خب طبعا اسرائیل هم نباید از قبل به اینها اعلام کنه که کدوم ساختمون رو میزنه. اگه امروزه سیاستمداران تندرویی که در امریکا میگن به خاطر عملکرد جمهوری اسلامی باید ایران رو بمباران کرد، یعنی مردم ایران رو میشه بمبارانش کرد به خاطر عملکرد جمهوری اسلامی؟ درست جواب میده. امریکا اگر مشکل داشته باشه، مسئله امنیتی داشته باشه، امنیتش در خطر باشه، حق داره تمام مراکز سپاه رو مورد بمباران قرار بده، مراکز نظامی. بله به اینا باشه، همه حق دارن مردم ایران رو بمباران کنن، همینقدر وقیح و خونخوار. حالا که بحثش شد بد نیست اینم از ارباب اینا ببینیم. این ویدیو که تماشا میکنین لحظه وتو قطعنامه پیشنهادی روسیه مبنی بر توقف حملات رژیم صهیونیستی به غزه و آتش بس انسانی و فوری توسط کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه است. ژاپن هم به عنوان عضو غیر دائمی رأی منفی داد. حقوق بشر غربی. بد نیست بدونین آزادی بیان در غرب از جایی به پایان میرسه که حرف یا سوالی در مورد اسرائیل شروع بشه. کاریکاتوریست مشهور گاردین استیو بل به دلیل کاریکاتوری که در مورد نتانیاهو کشیده بود بعد از 40 سال از گاردین اخراج شد. حالا این کلیپ رو در مقابل این اقدامات ببینین.
قابل توجه اون جماعت و حامیانشون، اینجا تهران و قم نیست، اینجا سن حوزه در ایالت کالیفرنیا است. اون عکس ها هم عکس رضا پهلوی و دیگر قلاده های گله شون نیست، اونا تصویر آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ایه. اگه بیمه دارین به نظرم حتما پماد سوختگی تهیه کنین، اونم به تعداد بالا، اگرم ندارین دیگه شرمنده. بریم سراغ ماجرای درخواست آمریکا از ایران درباره جنگ غزه که کلی هم تو فضای مجازی جنجال به پا کرده و هر کسی یه تحلیلی در این راستا ارائه میده. نشریه فرهیختگان در این راستا نوشته به اطلاعاتی دست پیدا کرده که نشان میدهد دولت آمریکا پیامی مکتوب را به امیر سعید ایروانی نماینده دائم ایران در سازمان ملل داده. این پیام در 4 بند تدوین شده که 3 بند آن به شکلی ملموس تقاضا برای مدیریت سطح تنش و تلاش برای کاستن آن بوده است. در بند 4 این نامه طرف آمریکایی اعلام کرده در صورت ورود ایران به جنگ آمریکا، آمریکا نیز به جنگ ورود خواهد کرد. ایران در روزهای گذشته به صراحت اعلام کرده در صورت ادامه اقدامات صهیونیست‌ها در غزه جنگ گسترده‌تر خواهد شد و مسئولیت آن بر عهده رژیم صهیونیستی خواهد بود. امیر عبداللهیان هم در این راستا گفته که آمریکا به ما پیام داد و خواستار خیشتنداری شد. ما به آمریکا جواب دادیم خیشتنداری یک جانبه نیست. نمیتوانید به حزب الله بگویید خیشتنداری کن و بعد به نتانیاهو بگویید که هر کاری دلت میخواد انجام بده. جواب آمریکا رو اینجوری میدن، نه اینکه بگن وارد تله تنش نمیشیم. خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.